اولا، سلام بچه ها، خیلی به چنل من خوش اومدین. من رومینام و موضوعی که امروز انتخاب کردم این موضوعی که برای خودم خیلی معضل مهمیه خب، و گفتم شاید اون بیرون یه نفر دیگه هم باشه که این حسایی که الان من دارم رو اونم داشته باشه. اول یه خلاصه میگم بعد میریم سراغ برنامه ریزی و این کارهایی که قرار بود توی این ویدیو انجام بدم. من کلن شخصا خیلی حس میکنم که آدم تک بعدیم. خب منظورم چیه؟ یعنی این که من نمیتونم مثلا درس خوندنم رو در کنار تفریح داشته باشم، یا نمیتونم همه ابعاد زندگی رو با هم کنترل کنم. میدونی چی میگم؟ مثلا سال کنکورم خب من سعی میکردم فقط درس بخونم، یعنی تفریح رو گذاشته بودم کنار. بعد این ذهنیت تفریح نداشتن توی این سالهای تحصیل که خب من کلا همیشه خیلی آدم درس خونی بودم و همیشه معدلم 20 بوده و هی نمیدونم المپیاد شرکت کن، اینو شرکت کن، اونو شرکت کن، مسابقه برو اینا، یعنی فازم اینطوری بود و میتونم بگم که بخش اعظمی از عمرم هیچ تفریحی نداشتم و این باعث شد که من از نظر ذهنی تفریح برام مثل یک مانع باشه. میدونی چی میگم؟ یعنی هر موقع که میخواستم یک تفریحی انجام بدم از وجدان میگرفتم که مثلا اگه الان مثلا 2-3 ساعت من با دوستم نرم بیرون میتونم درس بخونم بجاش، در صورتی که نمیخونم درس اگه نرم بیرون. و این ذهنیت منو داره دیوونه میکنه خب، چون که من 2 ماه و نیم دیگه یه آزمون خیلی مهم دارم و هیچی بلد نیستم. از این آدم هایم نیستم که وقتی میگم هیچی بلد نیستم بلدن، نه واقعا هیچی بلد نیستم و نمیتونم ذهنم متمرکز کنم، چون ذهنم خیلی صرف چیزای مختلفی میشه خب، و حس میکنم که اون از اون حالت سلف کیر و سلف لاو در اومدم و یک زندگی خیلی بد استایل رو دارم الان پیش میبرم که باعث میشه نه به درسم برسم، نه به تفریحم برسم، نه به سلامتیم برسم، ورزشی، حرکتی، چیزی. و این باعث شد که من بیام یکم تحقیق کنم، ویدیوهای یوتیوب رو برم ببینم و اینا، توی یوتیوبرای خارجی، که ببینم چطوری میتونم یک تعادلی توی زندگیم ایجاد کنم که نه عذاب وجدان بگیرم بعدن، که نگم مثلا آره امروز به جای این که مثلا بری بیرون میتونستی درس بخونی، یا به جای این که مثلا بشینی فیلم نگاه کنی میتونستی آپولو هوا کنی. میدونی چی میگم؟ نمیدونم شما این حسایی که من تجربه میکنم رو تا تجربه کردین یا نه، ولی فکر میکنم بچه‌هایی که درس میخونن این رو بیشتر میدونن، چه تو مدرسه، چه واسه کنکور، چه تو دانشگاه. و این واقعا نداشتن تعادل توی زندگی، اینکه تک بعدی بری جلو، شاید یک بازه کوتاه مدت جواب بده ولی بعدش نتیجهش میشه چیزی که الان من هستم، که نمیتونم درس بخونم، من تفریح دارم و عملا صبح تا شب تو خونم ولی هیچ کار نمیکنم، و آخر شب این عذاب وجدانی که هیچ کار نکردم گند میزنه به همه چیز و با حال بد میخوابم، و صبحشم چون با حال بد خوابیده بودم صبحش دوباره بد شروع میشه و باز دوباره این پروسه تکرار میشه. اگه شما هم این حسا رو دارین توی کامنت ها برام بنویسین، چون بدونم که من تنها نیستم. از تجربتون مثلا بنویسین این که شما هم این حس رو تجربه کردین، شما هم تک بودین تو زندگیتون، یا نمیتونین تعادل رو برقرار کنین، و اگر میتونین تعادل رو برقرار کنین لطفاً 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 برام بنویسین چطوری این کار رو انجام میدین. خلاصه این شد که تصمیم گرفتم امروز بعد از مدت ها هیچ کار نکردن و پروداکتیو نبودن و درس نخوندن و به بتالت محض گذروندن، بیام واقعا زندگیمو جمع و جور کنم. یعنی از این حالت بیحالی، تنبلی، کرختی، نمیدونم بی انگیزگی در بیارم این زندگی رو، چون میدونیم وقتی آدم تنها زندگی میکنه توی کشور دیگه خیلی انگیزه مهمه توی اون حالت. میدونی چی میگم؟ یعنی
شاید مثلا بقیه فکر کنن من الان توی اسپانیا خیلی بد حال روحیم خوب باشه، ولی واقعا اصلا اینطوری نیستش. و من خب اینجا خیلی از نظر روحی به هم ریختم راستش رو بخوام بهتون بگم. و حالا به هر حال anyway تصمیم گرفتم که این حالت رو عوضش کنم و گفتم که این برنامه‌ریزیه که قرار انجام بدم رو با شما به اشتراک بذارم. اگه شما هم دوست دارین این کار رو انجام بدین و حس میکنین که باید زندگیتون رو دوباره از نو بچینین یا یک حرکتی بزنین، برنامه‌ای بریزین یا یکم فکر کنین رو کاری که دارین انجام میدین، بنین یک کاغذ قلم بیارین و با من شروع کنین به نوشتن اهدافتون و اینکه خب از الان تا حالا اهداف بعدیتون میخواین چی کار بکنین. هدف من الان 3 ماه آیندمه که میخوام اونو آزمون رو شرکت کنم و خیلی هم مهمه واقعا، و با این فرمونی که من دارم پیش میرم گند میزنم آزمونو، واسه همین This is so important. خب من اینجا دارم همه چی، لوازم مورد نیاز، این دفتر جورنالینگمه که توش ناله هامو می نویسم و حالا چیزای دیگه هم توش می نویسم. و شما هم برید دفتر بیارین اگه دوست دارین با من همراهی کنین، اگر هم دوست ندارین خب نداریم. و شروع کنین نوشتن. من کاری که می خوام بکنم توی این دفتر اینه که بیام چند تا چیز که به هم حس خوب میده، باعث میشه که اون خستگی ناشی از هر کاری، حالا میخواد درس باشه، میخواد کار باشه، میخواد نمیدونم کار اداری یا هر چی که خستگی رو از تنم در میاره، اونا رو بنویسم. خب و بعدش مهمترین کاری که باید انجام بدم که خب گفتم چون من آزمون دارم تا 2-3 ماه آینده، درس مهمترین و بیشترین بخش اعظم تایم منو در بر میگیره. ولی کاری که میخوام بکنم اینه که این تایم بزرگ درس خوندن رو در کنارش تفریح و چیزایی که مربوط به سلامتم میشه توش قرار بدم. این کاری که من نمیکردم و باعث میشد الان روحیم وضعش این باشه. پس الان من میخوام چند تا چیزی که واقعا بهم حس خوبی میده و واقعا تفریح برام محسوب میشه رو بنویسم. منتها چیزی که باید در نظر بگیریم اینه که اینستاگرام و تلگرام و یوتیوب جزو تفریح نباید محسوب بشن کلا. اگرچه که اینا واقعا برام تفریحن، ولی چیزی که من شخصا بهش پی بردم این بود که بودن توی فضای مجازی برای تایم استراحت هم ذهنم خیلی خسته میکنه و هم اینکه تایم زیادی رو ازم میگیره و اینکه در نهایت حالی ازم عوض نمیکنه. مثلا اون لحظه خیلی بهم حال میده، مثلا 4 تا ویدیو تیک تاک میرم میبینم یا این چیزا، ولی بعدش که میخوام مثلا حالا دوباره برگردم سر اون کار مهمی که انجام میدادم، میبینم که اون انرژی رو از اینستاگرام مثلا نگرفتم و واسه همین باید واقعا سعی کنم که نرم یه مدت توی این فضاها. و همونطور که توی ویدیوهای قبلی من بهتون گفتم، من چون واقعا معتاد گوشیم بودم که لینکش رو براتون این بالا میذارم، یه سری کارهای انجام دادم که این اعتیاد رو حالا کمش کنم. حالا یه سری جا جواب داد واسم، یه سری جا جواب نداد، ولی دارم همچنان روش کار میکنم که این موضوع رو کنترلش کنم که بتونم به بقیه بخشای زندگی من برسم. خب Let's do it! خب من نوشتم 5 تا چیزی که حسمو خوب میکرد. چقدر خوشقدم. نوشتم که یکیش دیدن فیلم، بیرون رفتن با دوستا، رفتن به جای سرسبز، طبیعت کلن، رفتن به خرید یا مراکز خرید و خوردن. بابا کن خوردن تفریح محسوب شه برای من.
خب حالا که اینا رو نوشتم، اینا رو من باید بیام توی برنامه روزانم جا بدم. یعنی بعضی هستن مثلا میگن ما در طول هفته همه کار رو انجام میدیم، آخر هفته رو برای خودمون خالی میکنیم، ولی از اینجایی که من خودم رو میشناسم و میدونم که نمیتونم کل هفته رو به کوبی کار رو انجام بدم که بازم همون درس محسوب میشه، الان تصمیم گرفتم که اینا رو در روزهای مختلف قرار بدم، هر روز یک کدوم از این کار رو انجام بدم. حالا چون که هر روز مثلا نمیشه با دوستا رفت بیرون یا رفت یک جای سرسبز، اینا خب هم خیلی دم دست نیستن و اینا، میشه مثلا یک بیرون رفتن همین دوروبر خونه باشه، پیاده روی باشه، اینجور چیزا، و میتونم مثلا سگمونو ببرم بیرون. خب حالا که اینا رو نوشتم، باید ببینم که اوکی من میخوام توی چه چیزایی توی زندگیم اون تعادل رو ایجاد کنم. یکیش درسه، مورد بعدیش سلامتیمه که اینو من میام به دو بخش شخصی میکنم. یکی بخش ورزشه که الحمدلله ورزش خیلی وقت نکردم، ورزش اونجوری منظورمه، و یکم تغذیه است. این دوتا رو چند وقتیه که دوباره دارم بهشون نمیرسم و این خیلی بده، چون این دوتا توی مود خیلی تأثیر دارن و اگر مثل من حس میکنین که یک افسردگی پنهانی دارین، که حالا اگه خواستین یه ویدیوی دیگه راجبش درست میکنم که از کجا اصلا فهمیدم که این افسردگی پنهان رو دارم و حالا چیکارا کردم که بهترش بشه، شاید هم بهتر نشده، نمیدونم، راجبش حالا یک ویدیو اگه دوست داشتین درست میکنم، و شما هم به این بگین اگر که حس میکنین که یا حداقل شک دارین که افسردگی پنهان ممکنه داشته باشین. این دوتا ورزش و تغذیه روی همینم هم خیلی تأثیر میذاره که تو از اون حالت افسردگی در بیای، و واسه من حداقل خیلی این مهمه، چون اینجا تنها هم روحیه، وقتی تنها باشی، خانوادت کنارت نباشن، دوستای صمیمیت کنارت نباشن، روحیت خیلی بالا پایین میشه و هی این موده جا به جا میشه، هی یه روز از خواب پا میشی حالت خوبه، یه روز حالت بده، یه روز بی انگیزه، یه روز با انگیزه، و این بالا پایین شدنه برای من خیلی پیش میاد و نمیدونم باید چی کارش کنم. اینو اگه شما میدونین توی کامنت ها برام بنویسین. خب به جز درس و سلامتی، باید ببینید واسه تفریح هم این تایم رو اختصاص بدم، و در نهایت وقت گذروندن با کسایی که دوستشون دارم، مثلا زنگ بزنم خانواده یا اینجور چیزا. و پنجمیشم باید سوشال میدیا. یه چیزی بهتون بگم، توی این مدتی که من شروع کردم کنار گذاشتن فضای مجازی، چون گفتم خیلی من وقت میذاشتم، یه چیزی که فهمیدم این بود که این که مثلا تو بیای همه چیز رو پاک کنی، این در واقع پاک کردن صورت مسئله است. یعنی تو با پاک کردن اینستاگرام نمیتونی اعتیادت رو برطرف کنی بهش. یعنی شاید دو سه روز نری توش ولی دوباره برمیگردی، مثل کاری که من کردم، من دوباره برگشتم. واسه همین باید مثلا یک تایم خاصی رو بهش اختصاص بدی که مطمئن باشی تو اون روز میری تو اینستاگرام، حالا چه ساعتی اونش رو مشخص میکنی، و مثلا یک ساعت روزی وقت میذاری، نه که بری توش دیگه 100 سال تو اینستاگرام بمونی. واسه این به نظر من حتی اینا رو هم تو برنامه قرار بدین، یعنی جوگیر نشین که نه دیگه من میخوام از این به بعد یک لایف استایل خیلی سالم داشته باشم، از فضای مجازی دور میشم فلان اینا. این تا جایی که من میدونم و روم جواب نداده، میدونم که این راه درست نیستش، و به جای این که مثلا بیای حذف کنی، باید کنترل کنی، و این سخت‌تره، کنترل کردن سخته، ولی فکر میکنم که یکم روش کار کنیم درست بشه. خب حالا کار دیگه که میخوام انجام بدم اینه که ما در طول روز خب 24 ساعت تایم داریم. خب از این 24 ساعت من معمولا 6 ساعتش رو میخوابم. خب حالا 6 تا 8 ساعت دیگه بستگی به خودتون داره، و این رو هم باید راجع به خودتون بدونین که
چه تایمی از روز برای چه کاری بیشتر انرژی دارید. مثلا من برای درس خوندن از یک ساعتی به بعد مثلا شبا دیگه کشش ندارم، یعنی به خونم هم خیلی نمیفهمم یا خیلی سطح فهمم میاد پایین، واسه همین ترجیح میدم که صبح این کار رو انجام بدم یا بعد از ظهر این کار رو انجام بدم، خیلی مثلا به آخر شب نندازم. یعنی مثلا تا قبل از 9 شب تموم شده باشه درسم، که دیگه از 9 تا مثلا 12 1 که من بیدارم کار دیگر رو انجام بدم. و اینم خب شما در نظر بگیرین، شاید شما مثلا از اونایی باشین که شبا بهتر میفهمن، خب هر کسی بستگی به خودش داره واقعا که چه تایمی رو اوکی تره. بنابراین من درس رو میذارم مثلا از ساعت 10 صبح تا 9 شب. چرا گذاشتم 10 صبح؟ چون میخوام پارت ورزش رو هم بیارم تو کار، و من چیزی که خیلی دوست دارم اینه که صبح زود برم ورزش کنم. نمیدونم حالا صبح زود رفتین و ورزش یا نه، ولی هوا یه بوی خاصی میده، خیلی هوا تمیزه، چون هنوز ماشینا نیومدن تو خیابون، خیلی هنوز مثلا ساختمون سازی ها شروع نشده، خیلی هم ساکته هم هوا خیلی خوبه وقتی صبح زود بری، منظورم وقتی که خورشید تازه طلوع کرده. اینجا خورشید خیلی دیر طلوع میکنه، ساعت 8:30 خیلی دیر خورشید طلوع میکنه، واسه همین من یکم شبا دیر میخوابم، چون از این وقت خب خورشید دیر طلوع میکنه چیکار کنم. بنابراین این صبح میخوام یکی ورزش رو بذارم تو برنامه، مثلا بین ساعت 8 تا 10 قبل از این که میخوام درس رو شروع کنم ورزش رو میذارم تو برنامه. و حالا میرسیم به پارت تفریح رو بعد تایمش رو بذاریم اون زمانی که کشش مغز دیگه میاد پایین، و واسه من وقتیه که نهار میخورم، بعد نهار دیگه مغزم توان نداره، یعنی این ترجیح میدم که برم تو اینستا. حالا چون میخوام که اینستا نرم وقتی که میخوام استراحت کنم، ظهرا مثلا از ساعت 2 تا 4 مثلا تایم خوبیه برای این که من تفریح داشته باشم، چون کششم میاد پایین اون موقع. یکی 2 تا 4 رو میتونم بذارم، یکی بعد از ساعت 9 تا 1 که میخوابم. یعنی الان 9 تا 1 4 ساعته، 2 تا 4 هم 2 ساعته، یعنی 6 ساعت تایم تفریح هست اینجا، و این خیلی خوبه که 6 ساعت تفریح داشته باشیم. منتها میدونی وقتی میری توی فضای مجازی این 6 ساعت اصلا به چش نمیاد، بعد مثلا تو میتونستی 6 ساعت بری بیرون ولی 6 ساعت تو اینستاگرام بودی و نه حالت بهتر میشه نه هیچی، فقط وقت تو هم به هدر دادی. بعد میرسیم به پارت خانواده. یه تایمی رو هم باید اختصاص بدیم به وقت گذروندن با خانواده. حالا شما چون اگه خانوادتون پیشتون هستن خب خیلی بهتره، ولی چون من فقط از طریق تماس تصویری میتونم باشون ارتباط برقرار کنم و یکم ساعت ها اینجا فرق میکنه، و از طرفی مام بابام هم مرغ زود میخوابن، یعنی 9 شب میگیرن میخوابن، خدا، واسه همین مجبورم ظهرا یک تایمی بذارم براش، همون تایم تفریحی که بهتون گفتم که حالا خانوادم جزوه تفریح در نظر بگیریم. و سوشال مدیا رو من طبق تجربه خودم ترجیح میدم که اصلا صبح قرار ندم و اصلا از تخت خواب پامیشم اصلا گوشی رو چک نکنم، چون این عادت هم شده که گوشی رو چک کنم بعد از اینکه از خواب پامیشم، و دایرکت مثلا خب صبح از خواب پامیشم دایرکت زیاد دارم، دایرکت ها رو جواب میدم، نمیدونم استوری نگاه میکنم، میرم تو یوتیوب، نمیدونم تلگرام، واتساپ، این ور اون ور برم کی چی گفته و اینا، و به خودم میام بینم 2 ساعت رو تختم نشستم و سرم تو گوشیه، و اینجوری هم که What the fuck چی شد؟ واسه همین ترجیح میدم سوشال مدیا رو بذارم برای شب وقتی که همه کارا رو انجام دادم. الان پس ما یک حدودی دستمون اومد و تقریبا برای هر چیزی یک تایمی گذاشتیم. حالا شما بر اساس
شناخت خودتون و ساعتهایی که راحت ترین، خب قطعا فرق میکنه. ولی به نظر من این 5 تا رو توش بذارین، توی برنامه هر روزتون بذارین اگه مثل منین، که هم روحیتون بهتر بشه، هم تک بودی نباشین، هم حواستون به سلامتتون، درستون، کارتون، همه چیتون باشه. چون که گفتم در حال حاضر درس مهمه، چون من به هر حال دانشجو هم اینجا و درس باید بخونم، هم به اسپانیایی باید واسه درس هم برنامه بریزم. منتها چون تا الان گشادی پیشه کرده بودم و خیلی از درسام عقبم، برنامه درسی که میچینم احتمالاً خیلی سنگین بشه. همیشه ترسم از همینه، چون برنامه درسی سنگین میشه، بعد این تایمایی که الان دارم میریزم میترسم نشه اونجوری که میخواستم. میدونی چی میگم؟ الان واسه درسم ببینم چقدر وقت شد. من قرار شد از 2 تا 4 استراحت داشته باشم دیگه. 10 تا 2 میشه 4 ساعت. خب یه 4 ساعت اینجا داریم، بعد از 4 تا 9 هم چند ساعت میشه؟ 5 ساعت میشه. یعنی 9 ساعت برای درس هستش. حالا از اونجایی که 9 ساعت رو به کوب نمیشینم بخونم، که میگیم 7 ساعت. امیدوارم 7 ساعت رو بخونم حداقل. تایم خوبی میشه ها. یعنی الان که مثلا برنامه دارم میریزم میبینم که من چیکار میکردم که نمیتونستم پیش کاری برسم. یعنی وقتی میای مینویسی بیشتر دریچه های معرفت برود باز میشه، بعد میفهمی که چقدر گند زدی. خب حالا اگر که شما مثل من درس میخونین، حالا مدرسه میرین یا دانشگاه میرین یا کنکور دارین امسال، اگه برنامه درسی دارین که خب هیچی، اگه ندارین باید بیاین برنامه درسی بچینیم. سخت‌ترین کار ممکن. بدبخت شدم، خیلی بدبخت شدم، خیلی زیاده. خب حالا برای درس چجوری من برنامه میچینم؟ من برنامه ریزی پروفشنال شدم از بس برنامه ریختم و عمل نکردم. یعنی دیگه انواع مدل‌های مختلف برنامه ریزی رو من تا الان امتحان کردم، ولی الان چون تایم محدوده نمیشه خیلی هندی برنامه ریزی کرد، واسه همین میخوام صفحه‌ای برنامه بریزم. چند صفحه دارم و چند روز وقت دارم. واسه همین میام تلا صفحات درسامو مینویسم. حالا که میدونیم چیا رو باید بخونیم، ماشین حساب در میاریم. درس هم برنامه ریختم به این صورت که تعداد صفحه ها رو نگاه کردم و تعداد روزایی که وقت دارم تا زمانی که حالا به اون آزمون برسم، ولی یک فاصله هم قرار دادم برای اینکه اون آخر رو دیگه مرور کنم، یعنی دیگه درسی نباشه که قرار باشه بخونم. و به این صورت تقسیم بندی هم کردم، حالا واسه خودم حالا جدول میکشم و اینا رو توشون قرار میدم. امیدوارم که شما هم برنامه‌تون رو ریخته باشین و یکی هم ذهنتون آروم‌تر شده باشه، مرتب‌تر شده باشه ذهنتون. واسه من که خیلی بهتر شد واقعا. الان حس می‌کنم که یکی هم بیشتر کنترل زندگیمو گرفتم تو دستم، اینطوری خیلی بهتر شد. اگه شما برنامه‌ریزی کردین حتما برام توی کامنت‌ها بنویسین که تو برنامه‌تون چه چیزایی رو قرار دادین و اینکه نظری چیزی هم اگه دارین توی کامنت‌ها برام بنویسین. و عرضم به حضورتون همین. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودین و خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.